و لیگ فقیه ارتجا و تلویزیون تحت امر او که طی دو سال گذشته تمامی تظاهراتها و تحصنها و فریادهای اعتراضی سپردگزاران غارت شده را سانسور کرده است، در یک شوی مضحک با شرکت سخنگوی دولت روحانی و مزدوران بسیجی خود تحت عنوان خبرنگار معترضان غارت شده را مورد حمله قرار داد و ضمن انکار مطالبات برحق آنها با دجالبازی مدعی شد که این معترضان هستند که ماموران بسیجی و لباس شخصی خامنه ای را مضروب و مصدوم کردند. صحنه ای از این دجالبازی را می‌بینیم که در عین حال بیانگر اعتراف تلویزیون و مزدوران رژیم به خشم و نفرت عمومی از خامنه ای و روحانی و چپاولگران حکومتی است. روز جمعه که ظاهرا اختتامیه مطبوعات بود، ساعت 11:30 من در سالن نمایشگاه مطبوعات بودم. یک مرتبه دیدم 300 نفر نتراشیده و نخراشیده وارد شدن با پلاکارت‌های قرمز و شعارهای بسیار زننده که من الان نباید اینجا بگم، علیه رهبر، علیه آقای روحانی، علیه سایر مسئولین و از جمله آقای دکتر سیف. ظاهرا من مشاور رسانه دکتر سیف هستم، ولی البته من به دفاع از مقام معظم رهبری صحبت کردم. رفتم و تو شما میخواید با الفاظ موهن و بی ادبی حق بگیرید؟ نه، حق با ادب باید گرفت. مقام رهبری هم دستور داده سه قوه به کار شما رسیدگی بکنن. چون آقای استاد مردوخی به درستی اشاره فرمودند راجع به حل این مشکل تمام نشده ها. نشد. بله، عرض کنم که بعد گفتم که مختصر میگم، واقعا حواشیش میدنم. گفتم امیدوارم همه شما سپردگذار باشید و تحریک شده نباشید. آمد نیوز شما را تحریک نکرده باشه، دستای خارجی شما را تحریک نکرده باشه. آقا تا اینو گفتم یه پله اینجوری، البته سه برابر این، من هول دادن افتادم. الان خانم جعفری کتفم شکسته. خب من خواهش میکنم استاد، با این وضعیت جسمی ما بیشتر متعلم میشیم. نه آیه استاد مردوخی شما بشینید، من توضیحی میدم راجب مطالبی که جناب استاد مردوخی از اون رخداد بیان کردن. خوشبختانه سران سه قوه آقای دکتر جلسه ای داشتن. ببینید آقای دکتر، باعث تأسف بیشتر آقای مردوخی ما رو متعلم نکنید. کور بشه اگه عینکا به چشم من رفته، تفضل الهی فقط. و 13 تا بخیه اینجا خورده در بیمارستانه.